پیوند داشته باشه در رابطه با فشارهای سیاسی و دیپلماتیک در رابطه با امضای توافقنامه امنیتی با ایالات متحده آمریکا. خویر چیز گفته نمیتونم بیشتر کدر مستقیم ارتباط داره با پیوند قراردادی امنیتی، اما هر کدر گفته میتونم که یک راپور سیاسی هستن. سیگار استقلالی مستقلانه راپور ندادن، سیگار یک اداره آمریکایی است و اگه اینا مستقلانه تکنیکی و مسلکی راپور میدادن، حداقل کسایی را که قرار دادن یا نظامی را که قرار دادن که دیگه نظام مالی افغانستان است، امروز اونا صحبت میکردن. یک موضوع. موضوع دوم، اگر راپور از اینا را شما ببینین، عنوان یک چیز است، محتویاتش چیز دیگه است. در عنوان میگه که بانک مرکزی ظرفیت نظارتی نظام مالی افغانستان ندارند. در محتویات باز میگه که چرا برای خارجی اجازه دادن همیشه که در بانک مرکزی استخدام شوه و همکاری کنه بانک مرکزی را. ضرور نیست که خارجی هر وقت بتونه که نظام مالی یا نظامای مالی را نجات بتن. ما افغانای ما یا ظرفیت داخلی ما به این اندازه شده که ما میتونیم نظام مالی افغانستان را بهتر نظارت کنیم. و اگر طرف کابل بانک هم بریم، وقتا ما خارجی ها داشتیم که بحران کابل بانک پیدا شدیم، تو نبود که نداشتیم. پس و موضوع سوم نیست که وقتی که از ظرفیت نظام مالی افغانستان صحبت میکنیم، 2 سال گذشته یا 2 سال پیش ما هیچ افغانی را نداشتیم که رئیس یک بانک تجارتی باشه. امروز بیشترین رؤسای بانک تجارتی افغان هستند. پس این را نشان میتن که رشد نظام مالی افغانستان از لحاظ ظرفیت بهترتر شده. و همچنان از لحاظ مالیات، اگر مالی اگر ما ببینیم، تمام نظام مالی افغانستان 2 سال پیش 400 میلیون دلار نبوده. امروز ما شما که صحبت میکنیم، به شمول بانک مرکزی 12 میلیارد دلار است در نظام مالی افغانستان. اما چیزی که مهم است و ایست که تمام قرضای نظام مالی افغانستان 723 میلیون دلار است. من نمیفهم چطور اینا به خود اجرات داده میتونه که به 723 میلیون دلار تمام نظام مالی افغانستان از بین میره یا تمام نظام مالی افغانستان به بحران مواجه میشه. 67% دارایی بانک های تجارتی نزده است، پیشان نزده است. پس چطور اینا میگن که اگر خدا نخواسته کدام مشکل هم پیدا شد، بانک ها میتونن و سپردهای مردم نخت بتنه، هیچ مشکلی وجود نداره. پس از کدام جایی به کدام اساس و کدام منبع هستن که اینا همچون گزارش هم میتن؟ از این لحاظ ما میگیم که گزارش مستقلانه نیست، یک گزارش سیاسی است، هدف سیاسی خود داره. یکی آیا این فشار است از خاطر قرارداد امنیتی اینا یا فشارهای دیگه هستن؟ مردم میفهمن. اما نظامای مالی را به یک قسم قرار دادن، من فکر میکنم یک جفاست. سیگار برای بازسازی افغانستان کار نکرده، قسمی که از نامش شیسته، بلکه برای خرابی افغانستان کار دقیقاً آنچه در گزارش سیگار آمده است، خیلی از محدودیت نظارت توسط بانک مرکزی است و این نظارت گفته سبب میشه که بانک های افغانستان در حالت بحرانی یا حتی سقوط قرار بگیرند. دقیقاً شما از توانایی های بانک مرکزی حرف میزنید و از اینکه 67% دارایی بانک مرکزی افغانستان به صورت نقد هست. 67% دارایی به صورت نقد خیلی یک دستاورد بزرگ است برای یک بانک. پس چرا در چنین مقطع زمانی گزارش ها نشون میشه و دقیقاً بر چه بنیاد اینا این گزارش ها نشون میکنه؟ هیچ بنیادی ندارن. استنادی که اینا کردن راپورهای گزارش هایی بودن که باساس بررسی بیرونی که بعد از کابل بانک انتخاب شده بودن که اونا کابل بانک بررسی کردن و باز یک پروژه بوده که بانک های تجارتی را بانک جهانی تمویل کردن که بانک های تجارتی را بررسی کنن، اونمو را استناد قرار دادن. اما در اونمو راپور خودم اینا زد و نقیز گفت میزنن. گزارشی که کرول یا اونمو بررسی بیرونی که انتخاب شده بودن و اینا او را استناد قرار دادن، اونا ما میگن که هیچ علائمی وجود نداره که تجربه کابل بانک در افغانستان تکرار میشه. اینا میگن که تجربه کابل بانک تکرار میشه. من نمیفهم با کدام اسناد، با کدام سند، سندی که شما برایشان اشاره کردین و اونمو را